همزمان با میلاد با سعادت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی دهی بزرگ داشته ولادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و امام صادق علیه السلام در سراسر جهان گرامی داشته می شود بر همین اساس بسیاری از مساجد حسینیه ها مراکز مؤسسه ها و دیگر پایگاه های دینی و مذهبی در شهرها و کشورهای مختلف جهان به برگزاری مراسم های مختلف جشن و شادی در این ایام میپردازند. گزارش همکارم فاطمه موسوی را با هم ببینیم مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام مزلو در شهرها و کشورهای مختلف جهان همواره با برگزاری با شکوه مراسم جشن و شادی دهه بزرگ داشت ولادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام را گرامی می‌دارند. بر همین اساس مراسم جشنی با حضور ده ها تن از شیعیان در مؤسسه حضرت امام صادق علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظم شیرازی در شهر کوپنهاگ در کشور دانمارک برگزار شد و در این جلسه درباره سیره و فضایل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امام صادق علیه السلام صحبت شد همچنین مرکز امام جعفر صادق علیه السلام نیز از دیگر مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر دیترویت در ایالت میشیگان آمریکا با برگزاری مراسم جشنی از ایام میلاد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امام ششم شیعان علیه السلام تجلیل کرد در این مراسم همچنین دهمین ده سالگرد افتتاح این مرکز گرامی داشته شد اما در شهر مقدس کربلا حوزه علمیه علامه ابن فهد هلی میزبان برگزاری مراسم جشن مشابهی بود که در آن دهها تن از شخصیت های دینی، فرهنگی و اجتماعی حضور یافتند. حجت الاسلام شیخ منتظر شهرستانی مدیر حوزه علامه هلی در این مراسم سخنرانی کردند. همچنین این مجلس شاهد شیخ و مدیه سرایی توسط مدهان اهل بیت علیه مستلام بود. حسینیه امام حسن مشتبا علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت در شهر استکهلم سوئد نیز جشن میلاد پیامبر خدا و امام صادق علیه السلام را برگزار کردند این مراسم در روز شنبه 18 ربیع الاول 1444 و با حضور ده ها تن از شیعیان و محبان اهل بیت علیه السلام برگزار شد که طی آن حاضران به بیان فضایل خاندان اسمت و تهارت علیه السلام و شعرخانی و مدیه سرایی پرداختند. شیعیان مظلوم افغانستان نیز مانند همیشه پای کار بوده از این قافل عقب نماندن و لذا مراسم جشن میلاد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام را در مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از دیگر مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی در شهر کابل افغانستان برگزار نمودند دفتر آیات الله العظما شیرازی در شهر ماهاجانگا در کشور ماداگاسکار نیز به تجلیل از دهه بزرگداشت ولادت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام ادامه داد اما در آن سوی جهان روز شنبه 18 ربیع الاول 1444 مراکز باشکوهی هم در حسینی عالی یاسین از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ جهان تشیع آیت الله العظما شیرازی در شهر سیدنی استرالیا برگزار شد و ایام میلاد پیامبر خدا صلی الله علیه و و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گرامی داشته شد در همین حال حجت الاسلام و المسلمین شیخ جلال معاش و کلایت الله العظم شیرازی در لبنان با حضور در مراسم های جشن هیئت عبیزر غفاری علیه السلام و حسینیه الحسین ابن علی سید و شاهد علیه السلام به ایراد سخنرانی در رابطه با سیره و تاریخ پیامبر خدا صلی الله علیه واله پرداخت. از سوی دیگر مؤسسه خیریه فرهنگی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله عظما شیرازی در شهر مقدس کاظمه نیز با برگزاری مراسم جشنی از هفته ربیع اول تجلیل کرد جمعی از شاعران و مداحان اهل بیت علیهم السلام در این مراسم به اجرای برنامه پرداختند همچنین مراسم و بزرگ داشت سال روز میلاد با سعادت رسول خدا و رئیس مذهب حقه تشیع حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در مسجد الامامین کازم و الهادی علیه السلام از دیگر مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع در کشور کویت برگزار شد. لازم به ذکر است که مسجد الامامین الکازم و الهادی علیه السلام تحت اشراف حجت الاسلام و المسلمین شیخ یوسف ملا از وکلای آیت الله العظما شیرازی اداره می شود و در مناسبت های مختلف برگزاری مراسم های دینی می پردازد. مراسم جشن مشابهی نیز در حسینی حوزه علمیه زینبیه در شهر دمشق سوریه برگزار شد که در آن دهها تن از شیعیان و همچنین جمعی از شخصیت های دینی فرهنگی و اجتماعی حضور یافتند و به بیان سیره و فضایل پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرداختند. بیت مکرم بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی مدظله در شهر مقدس قم نیز در روز جمعه 17 ربیع الاول 1444 به میزبان حضور عموم مؤمنین و شیعیان بود. جمعی از محبان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم اهم از علما، فضلا، فعالان فرهنگی، شخصیت های رسانه اخشار مختلف جامعه و زوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور در بیت مرجعیت شیعه این روز فرخنده را گرامی داشتند و فرج و ظهور امام زمان الله تعالی فرج و شریف را از خدای متعال مسئلت نمودند. فاطمه موسوی اخبار شیعه